سرخط مهمترین خبرها. پنتاگون: روند خروجی نیروهای ما از افغانستان به شرایط جوی بستگی دارد. و انفجار در غور: 4 عضو یک خانواده کشته شدند. و در پایان انفجار تکان دهنده ای که زادگاه مارشال دوستم را به خاک خون کشید. به نام خدا و با عرض سلام با مجمع خبری چینل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. پنتاگون: روند خروجی نیروهای آمریکایی از افغانستان به شرایط جوی بستگی دارد. با گزارش سپوتنیک، روز شنبه فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که 13-20% نیروهای خود را از افغانستان خارج کرده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان همچنان گفته است که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به خوبی و بدون حوادث جدی پیش می رود، اما واشنگتن در صورت حمله احتمالی قاطعانه پاسخ خواهد داد. جان کری سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این باره گفت: برنامه خروج نیروها اگر زمان بندی و متمرکز شده است، اما این نه تنها بستگی به اتفاقاتی که روی زمین می افتد، بلکه بستگی به شرایط جوی و سایر عوامل دارد. در این حال است که بایدن در 14 ماه ابریل اعلام کرده که خروج 3000 سرباز باقی مانده آمریکا از افغانستان تا 11 سپتامبر تکمیل خواهد شد. بر اساس گزارش ها، پنتاگون تا کنون 5 مرکز نظامی و 5000 دستگاه تجهیزات را به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تمویل داده است. همچنین به دستور لیوید آستین وزیر دفاع آمریکا، این کشور 6 بمب افغان B-52 فروند جنگنده F-18 و 600 نیروی ویژه را به منظور تسهیل روند خروج سربازانش را به افغانستان فرستاده است. همچنان این در حالی است که انفجار در غور 4 عضو یک خانواده جان باختند. 8 صبح کابل: در پی انفجار یک ماین کنار جاده در ولایت غور 4 عضو یک خانواده کشته شدند. قربانیان شامل یک مرد، یک زن و 2 کودک می باشد. این حادثه امروز پنجشنبه 30 مسور در منطقه خارستان از مربوطات شهر فیروزکو مرکز ولایت غور رخ داده است. طبق معلومات مقامهای محلی، غور وسیله نقلیه این خانواده در مسیر فیروزکو موترسایکل بوده است. این مقام میگویند که ماین منفجر شده از سوی طالبان در کنار جاده جاسازی شده بود. گروه طالبان در این باره چیزی نگفتند. روز گذشته نیز انفجار ماین های کنار جاده ای در غور تلفات به همراه داشت. در یکی از این رویدادها آمر حوزه دوم پلیس شهر فیروزکو همراه با یک سرباز پلیس کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شده اند. در پی انفجار دومی دیگر در منطقه خارستان 3 فرد ملکی جان باخته و 1 فرد ملکی دیگر زخم برداشته است. مسئولیت این انفجارها را نیز فرد و یا گروهی بر خود نگرفته است. با این حال، این در حال است که یک دادستان در اثر انفجار ماین در جوزجان کشته شد. 8 صبح بلخ: منابع محلی در ولایت جوزجان میگوید که یک دادستان در اثر انفجار ماین مغناطیسی در ولایت کشته شد. عبدالمعروف آذر سخنگوی والی جوزجان به روزنامه 8 صبح گفت که این رویداد بیش از 4 روز پنجشنبه 30 مسور رخ داده است. آقای آذر از این دادستان به نام شیر مرزا فضلی یاد کرده و گفت که او عضو دادستانی امنیت داخلی و خارجی ولایت سرپل بوده است. سخنگوی والی جوزجان افزوده که این رویداد ناشی از انفجار ماین مغناطیسی بوده که در موتر حامل آقای افضلی جاسازی شده بود. تا کنون مسئولیت این انفجار را کسی بر خود نگرفته. آقای آذر اما تاکید دارد که این ماین توسط گروه طالبان جاسازی شده بود. طالبان تا کنون در این مورد واکنشی نشان نداده اند.
همچنان این در حالی است که کشته و زخمی شدن 37 عضو گروه طالبان در شمال افغانستان. پارسوده نیروهای امنیتی افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن 37 تن از گروه طالبان در ولایت بلخ خبر داده است. با گزارش خبرنگار رادیو دری، بخش مطبوعات قول اردوی 209 شاهین، مرکز اصلی ارتشیان افغانستان در شمال این کشور، با نشر خبرنامه از کشته و زخمی شدن تعداد قابل توجهی از افراد گروه طالبان در حملات هوایی و درگیری با نیروهای دولتی خبر داده است. خبرنامه با نقل از محمد حنیف رضایی، سخنگوی مطبوعات قول اردوی 209 شاهین، نوشته است که نظامیان افغان با راه اندازی عملیات نظامی در روستای سلیمان خیل ولسوالی بلخ موفق شده اند. 22 تن از گروه طالبان را کشته و 15 تن دیگرشان را نیز زخمی کنند. همچنان گفته شده است که افراد کشته شده طالبان مربوط به دسته تروریستی ملا سباون و ملا بریالی، دو تن از افراد کلیدی این گروه در ولایت بلخ بوده است. خبرنامه قول اردوی 209 شاهین همچنان گفته است که در این عملیات نظامی یک قرارگاه نظامیان گروه طالبان و مقدار سلاح مهمات و تجهیزات جنگی و چند دستگاه وسیله موتوری متعلق به شورشیان مسلح نیز از بین برده شده است. همچنان این در حالی است که نام اعضای احتمالی شورای عالی دولت فاش شد. با گزارش سپوتنیک، روزنامه اشتساب کابل و نقل از منابع خود می نویسد که در ترکیب این شورا رئیس جمهور غنی، عبدالله عبدالله، میر رحمان رحمانی، حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، مارشال عبدالرشید دوستم، محمد محقق، صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. الله متعال حافظ و نگهدار شما باشد. تا ویدیوی دیگر، بدرود.